یادم میاد که در جوانی در شهر لاهور بودم و جوان بودم، باز موتور سیکلت داشتم، تازه مهاجر شده بودم و عروسی هم به فضل الله کرده بودم. اونجا باز این چیزا درست میشد، این بازارهای به اصطلاح ارزان قیمت رو، نمیدونم تو ایران حالا چی بهش میگن، اونا سسته بازار بهش میگن، این ارزان. دیدم چی هست و در اندر دشتی هست و گفتم بیا حالا یک خانم هم گفته بود بر من کفش بخرم، تازه تو اون شهر هم مهاجر شده بودیم. رفتم دوتا خریدم، ارزونم بود، آورد همینطور استال بود دیگه، به اصطلاح همینطور ریخته بودن و انتخاب میکردی، نه اینکه مثلا تو جعبه و اینا بود، ارزون بود دیگه. آوردم خودم، زن من خدا ببخشه خندید، گفت تو چی کار کردی؟ چرا؟ گفت اولا دو تا از یه لنگ آوردی، باز یکی رو مثلا شماره 6 آوردی، یکی رو شماره 5 آوردی، چه کاری بود تو کردی؟ هوا هم گرم بود یادم میاد. گفتم بالا من نمیدونم چرا این چنین اشتباهی به این بزرگی کردم، هر دو رو از یه لنگ آوردم و باز یکی رو 5 یکی 6، چرا باید این کارو بکنم؟ باز گفتم بیچاره الان جوره های لباساش کفشش به هم میخوره، مردم بدبخت هستن اومدن تو کنار خیابون کار میکنن. تو همون گرما بلند شدم و موتورسیکلتم رو روشن کردم رفتم پیشش، به این امید که این نفر فورا از من قبول میکنه، چون که ضررش دیگه، چون که من دو تا اشتباه گرفتم، اونم دو تا اشتباه دیگه داره، 4 تا شد. گفتم آقا اینو به من اشتباه دادی، با ریش درازی داشته، با موقع ریش دراز رو شاید حالا هم باشه، مردم پاکستان نشانه حماقت هم میدونستن و نداشتن اون وقتی زیاد نبود. این نمیدونم لحجه من، شما لحجه من دیگه افتضاح بود دیگه، تازه اومده بودم پاکستان، اونم این شهر، این از لحجه من فکر کرد من خیلی دهاتی هم، یا از ریش من فکر کرد من خیلی دهاتی هم. به من گفت هیچ مثلا نیست، من اصلا میگه از من نخریدی، از یکی دیگه خریدی، اشتباه شده. خب زیاد بود، من میدونستم ازش خریدم. برایش هم به همون زبان نصف توضیح دادم که ببین تو هم ضرر میکنی، نه میگه تو اصلا از من نخریدی، برو. میگه اینجا خب من که بچه نبودم، فهمیدم که این به من کلک زده، یکی دیگه ازش برده، این دوتا ناجور به من داده، به این امید که من مثلا میرم ده خودم دیگه برای من نمیصرفه که برگردم. و من اصلا بر نمیگشتم، یعنی از پولش صرف نظر میکردم به خاطر همون گرمای زور بعد زور. ولی گفتم بیچاره ضرر نکنه. اینجا که فهمیدم عصبانی شدم دیگه، دعوای مش شد، شروع کردم داده بیداد، جوانم بودم ول نکردمش. چهار تا مردم هم جمع شدن که چی میگه، که بس ما بالا گیر، میگه از تو نیست، میگه بس تو هست. آخر دیدم هیچی نمیرسه، گفتم تو قسم بخور، و همون زبان خود گفتم تو قسم بخور که این مال تو نیست، خیر خب من میرم. تا که گفتم قسم بخور، پول منو داد، قسم به الله. تا که گفتم قسم بخور، این نه این مردم رو نگاه کرد که همه آدم دور و برش هستن، نه این دعوای خودش با من نگاه کرد، دیگه باید قسم میخورد دیگه، پول منو داد و کفشش گرفت و اون طرف انداخت. منم اومدم، خواستم همون جوان بودم گنه بایدون پول برش میبخشدم، گفتم فلان فلان شده تو دلم، گفتم که کلکم میزنی باز دوام میکنی. ولی الان نگاه کن که این آدم از مردم خجالت نکشید، به پولم نگاه نکرد، از منم خجالت نکشید، وقتی که اتون قسم بخور از خدا خجالت کشید، یک پرده بین خود و خدای خود داره. آدم بد بود، ولیکن اونقدر بد نبود که دیگه همه پرده ها رو پاره کنه. حالا اینو مقایسه کن با همین آقای حمید، این در جلوی جمع قسم میخوره و اون رفرار هم نگاه نمی کنه، چون اونا مثل خودشن دیگه، آخوندا مثل خودشن، میگه آقا دروغ بگو، مذهب تو پیش ببر، بهتان بزن، من حدیثشون تو کافیه، مذهب تو میگه پیش ببر، به دشمن هم دومت تومت بزن، کدوم امام گفته؟ امام نمیدونم ششم یا هفتم گفته. این مذهب شما رو خدا پیروی کردن داره. این میان نمیده تو تلویزیون خدا نشون بده، میگه میخوام برم حج، خدا که تو رو میبینه، آخرت ایمان نداری تو، قسم خوردی که دروغ نخوری، پرده بذار. ای داستان آخر بگم که یک پرده آدم با خدای خود میذاره، شیعه همه پرده ها رو پاره کرده، منظورم علمای شیعه هست. من میگم آقای روحانی اون روز چی گفت؟ میگه ما از آلمان جلوتریم. بابا این ملت تو آدم حساب نمیکنی، فردا یعنی مردم آلمان میان تو ایران مهاجر میشن. میگه ما از آلمان بیشتر پیشرفت کردیم، یعنی شما رو به اندازه گاو هم آدم حساب نمیکنه. ناراحت نشید، این آخوندا اینجوریه. چطور ممکنه یک انسان بگه که ما نمیدونم، یا خودش به اندازه گاو نمیفهمه؟ میگه آلمان مثلا 10% ضرر کرده، ما مثلا میگه 5% ضرر کردیم. بدبخت
آلمان مثلا 1000 تا گوسفند داره، 10 تاش از دست داده، تو 5 تا داری 4 تاش از دست دادی، تو باز از آلمان جلویی؟ تو نداری که از دست بدی. اینقدر سواد نداره رئیس جمهور ما، یا داره شما رو آدم حساب نمی کنه.